سوشا مکانیس اونجا دروازه پرسپولیس رو نجات میده. بریم لنش بریم. سلام سوشا مکانی عزیز، در ابتدای حال احوالپرسی با مردم بکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم خوب ایران. امیدوارم که توی این شرایط سخت کرونایی همه شرایط طوری رقم بخوره که بتونیم زودتر این بیماری رو پشت سر بذاریم و به زندگی عادی برگردیم و امیدوارم که همه به سلامت کامل به سر ببرن. در خدمتتون هستم. سوشا جان، یه سوالی ازت دارم که میخوام بی پرده جواب بدی. اسم سوشا معمولا با حاشیه گره خورده. فکر کنی دلیلش چیه؟ دلیلش شاید ببین الان من مثلا بگم دلیلش خاص بودنه. خب خیلی از دیدگاه خودشون خاصن، ولی واقعیت اینه که من از بچگی هیچ وقت سعی نکردم شبیه کس دیگه ای باشم و همیشه سعی کردم که شبیه خودم باشم و خودم رو همیشه سعی کردم از نظر اجتماعی به سطحی برسونم که حداقل بین المللی، یعنی حداقل یه کرکتر بین المللی خودم رو برسونم به اون شرایط. حاشیه‌ای که شما داری ازش حرف میزنی زندگی شخصی یه آدم بوده. چرا یک فوتبالیست، یک خواننده و و و و یک کسی که مردم بیشتر میبیننش باید حتما بره خارج از ایران تا خود واقعیش رو نشون بده؟ چرا باید یه فوتبالیستی که اعتقادی به عنوان مثال اعتقادی به نماز نداره بخواد تا دوربین صدا و سیما رو میبینه؟ من دیدم به چش خودم تا دوربین صدا و سیما رو میبینه توی اردوی تیم ملی. من کسی که هم اتاق خودم بوده، من میدونم این آدم نماز نمیخونه، من میدونم این آدم اعتقادات مذهبیش متفاوته، ولی تا دوربین صدا و سیما رو میبینه باید بیاد الله اکبر بگی که به خاطر اینکه مثلا فردا توی فضای مجازی تو فضای اجتماعی بیان بگن که وای ببین چه آدم معتقدیه. دوشان جان اتفاقات عجیبی هم افتاد. تو اولین فوتبالیست تاریخ هستی که به خاطر یه شلوار 6 ماه معلوم شد. نظر چیه؟ الان بخوام صحبتی بکنم در مورد گذشته دوباره تکراری میشه. من اگر بخوام چیزی بگم که شاید یه سری ها خوششون نیاد، چیزی رو عوض نمیکنه. ببینید یه چیزی خوندم که خیلی قشنگ بود که میگفت اگر ما بخوایم تمام دنیا رو الان هدیه بدیم به کسایی که توی گذشته ضرر دیدن، شاید برای اونا ارزشی نداره، به خاطر اینکه چیزی از ما دزدیده شد به نام جوانی. یعنی جوانی و تایمی که از زندگی دزدیده میشه و شما ضرر میکنی توی اون دوران، به عنوان مثال همون 6 ماهی که الان شما داریم میگین، اون 6 ماهی که من رو محروم کردن مسیر زندگی من رو تغییر داد. ولی الان اگر ما برگردیم به اون موقع که نمیشه، اگه دنیا رو به من بدن اون 6 ماه رو نمیتونن جبران کنن برای من. یعنی الان اگر همه اون آدمایی که این کارو کردن بیان بگن ما اشتباه کردیم بابت اون کاری که کردیم، چه چیزی به من برگردونده میشه؟ هیچ چیزی عوض نمیشه. شما نمیتونی کل فوتبال ایران رو به خاطر عقاید و سلایق شخصیشو محروم کنی به خاطر اینکه شما دوست نداری. نمیتونی برای ما جوونا الگویی رو تعریف کنی در صورتی که شما خودت الگو که نیستی. هیچی، نفرت و نگاه سنگین مردم هم پشت سر خودت داری. تا الان من یه سوال از شما دارم، تا الان شده یک نفر از این مردمی که دارن فوتبال رو نگاه میکنن و فوتبال ایران رو فالو میکنن، یک نفر از مردم شما تو کوچه و خیابون ازشون بپرس شما آیا از عمل کرده مثلا کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون که خودشون مجری هستن و قانونگذار هستن راضی هستید؟ شخص هایی که اونجا دارن فعالیت میکنن، کسایی که تو اونجا دارن فعالیت میکنن، از مردم نظر بپرسین. من هیچ توهینی به هیچ کسی هم نمیکنم، خیلی راحت دارم یه چیز واقعی رو میگم. خب اینا برای کی دارن فعالیت میکنن؟ برای همین مردم دارن فعالیت میکنن. اگر این مردم نباشن، این فوتبال نباشه که هیچکی نیست. علی آقا کریمی حرف قشنگی میزنه،
میگه اگر این فوتبال نباشه آیا جایگاهی وجود داره؟ اگر این مردم نباشن جایگاهی وجود داره که شما بخواید بهش برسین؟ خب این مردم هم باید درباره عمل کرده شما نظر بدن. آیا همین مردمی که الان دارم ازشون حرف میزنن یک نفر از عمل کرده شما رضایت دارن؟ نه. من خودم به عنوان کسی که فوتبال بازی کردم چندین و چند سال تو فوتبال ایران، اگه یه نفر از همین مردم تو کوچه خیابون به صورت رندوم شما اتفاقی ازشون گزارش بگیری، اگه یک نفرشون گفتش که ما رضایت داریم از عمل کرده اینا، من قانع میشم و تا آخرش خودم یکی طرفدار پرفاقرص عمل کرده شما و قانون گذاری شما میشم. روشان جان، بهترین گلر حال حاضر ایران که خودم دقیقا خواستم سوالم یه جایی به قطعیت هم گفتودی خودم. 100% خودم، چون دلیلم دارم به خاطرش، دلیلو چندین و چند بار گفتم ولی شاید خیلی ها مثلا نخواستن ببینن و بشنون، و من دلیل کارشناسی دارم برای هر حرفی که میزنم، دلیل کارشناسی دارم به خاطر اینکه چندین و چند سال تو سطح اول فوتبال دارم فعالیت میکنم، دارم دروازه‌بانی میکنم با کمترین فراز و نشیب. الان من جوان 16-17 ساله نیستم که بخوام روی احساسات حرف بزنم. وقتی میگم بهترین دروازه‌بان ایران خودمم، دلیل دارم. دلیلشم ثبات، دلیلشم موجود عمل کردی که الان دارم و جز بهترین های لیگ هستم و تموم شد لیگمون. خب بالاخره عمل کردم مشخصه. یه روزی من اومدم توی یکی از برنامه ها، 7-8 سال پیش بود، 7-8 سال پیش بود، اون موقع نمیخوام اسم بیارم، اون موقع فوتبالیست داشتیم که توی فرشته با ماشینش اومده بود، گم شده بود، دنبال راه خروج میگشت که نمیدونست اتوبان مدرس کجاست بیاد برگرده بره دوباره تو محلشون. اون موقع من اومدم گفتم چیزایی که من میپوشم شاید 10 سال دیگه تو ایران مد بشه. الان شاید همون فوتبالیستی که تو فرشته گم شده بود تو فرشته 3 خونه داشته باشه. ولی چه خوب آدم گذشتهشو فراموش نکنه. من از روز اول نخواستم شبیه کسی دیگه باشم. چرا؟ اون موقعی که من حرفامو میزدم، اونطوری که دوست داشتم لباس میپوشیدم، اونطوری که دوست داشتم زندگی میکردم، اون موقع بد بود، الان برای شما خوب شد. الان که همتون برند باز شدین، ماشاءالله پول و پله هم که دستتون رسیده، لباسای برند میپوشین، لباسای خوب میپوشین. برای من بد بود، من چون شبیه شما نبودم، من چون مثلا برند پوشی رو از 20 سال 15 سال پیش شروع کردم که شما هنوز نمیدونستین چیه، پسراتون نمیدونستن که پورش و بنز و بی ام دبلیو چیه، که الان همشون ماشاءالله از بغل همون قدرتی که دارین توی خیابونای تهران با پورش و بنز و بی ام دبلیو هستن. اون موقع من پورش و بنز و بی ام دبلیو سوار میشدم. اون موقع برای من بد بود، الان برای پسرای شما خوبه؟ اومدین از رو حسادت سوشامکانی و کوبیدین، زدین، فکر کردین از روش رد شدین، نمیدونستین سوشامکانی ریشه داره، جوونه میزنه، خوبم جوونه میزنه. باشم، به نظرت هنوز مافیای رسانهی وجود داره؟ مافیای رسانهی، ببینید، من فکر میکنم وجود داشتن مافیای رسانهی چیز زیاد مهمی نیست. اینکه بخوای بهش توجه کنی و خودت رو و سرنوشت خودت رو گره بزنی به این مافیای رسانه‌ای، اون موقع است که این مسئله برات اهمیت پیدا میکنه. به عنوان مثال، شما مافیای رسانه‌ای تو همه جای دنیا وجود داره. این مسئله فقط توی ایران نیستش که شما مثلا یه عده خاص توی رسانه، توی صدا و سیما، توی ارگان‌هایی که قدرت دستشونه و دیده شدن یک بازیکن رو در دست دارن و میتونن خیلی راحت با یک کلمه، یک جمله و یک تصویر یک بازیکن رو ببرن بالا و با برعکس همون موضوع یک بازیکن رو بیارن پایین، این یعنی اینکه شما خودت و سرنوشت فوتبالی خودت رو به این مافیای رسانه‌ای گره زدی. من از جمله بازیکنایی هستم که این گره خوردگی
و این وابستگی به این مافیای رسانه‌ای رو هیچ وقت توی دوران فوتبالم نداشتم و بیشترین ضربه هارم ازشون خوردم. من جمله بازیکنایی هستم که هم تو زمین فوتبال می‌جنگم، هم با مافیای رسانه‌ای می‌جنگم و هم با کسانی می‌جنگم که هم فکر و هم نظر و همسو باهاشون نیستم توی اعتقادات قلبی و اعتقادات شخصی زندگی.